و در جشنواره سیام سیمرغ بهترین بازیگر را برای دومین بار به دست گرفت. اگر سریال سرزمین کهن کمال تبریزی توقیف نمی‌شد، نقش قاضیانی در این سریال می‌توانست توجه مخاطبان تلویزیونی را هم جلب کند. سعادت آباد، میگرن و بیداری رویاها از مهمترین فیلم‌های کارنامه‌اش شد و جوایزی را از جشنواره‌های مختلف برایش داشت. قاضیانی در تئاتر هم فعالیت‌های انجام داد و در عرصه موسیقی هم قدم‌هایی برداشت. او این اواخر با دو سریال همگناه و جزیره تجربه هم در شبکه نمایش خانگی به دست آورد. خیلی خوش اومدیم به برنامه روبرو. سالتون هم مبارک. امیدوارم سال خوبی باشه براتون. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و اعضای محترم فیلم نیوز که این خانواده من هستن و همه همقبیله‌های خوبم در سر تا سر دنیا. خیلی ممنون. خانم قاضیانی، شما جزو بازیگرایی هستین که یه فلسفه‌ای برای ورود به عرصه بازیگری داشتین. در واقع از جغرافیای انسانی اقتصادی شروع کردین، بعد فلسفه خوندین و تازه بعد از اینکه تحصیلات دانشگاهیتون تموم شد سراغ بازیگری رفتین. در صورتی که این علاقه رو همیشه داشتین به بازیگری، انگار که یه برنامه ریزی کرده بودین از قبل که به مرور زمان این اتفاق براتون بیفته و حالا اگر هم قرار بازیگری رو شروع کنین در واقع قبلش یه سری مراحل رو طی کرده باشین. راجع به این اگه میشه با هم صحبت کنیم که کلن با چه فلسفه‌ای رفتین سراغ بازیگری؟ فلسفه بازیگری، حالا این جمله خیلی کلیشه‌ای شده ولی در نهاد من بود. من با خانم سارا اسکندری، طراح بزرگ گریم، در مدرسه اتفاق روبروی دانشگاه تهران، مدرسه کلیمی مسلمون ها بود که ما با هم همکلاسی بودیم. مدرسه اتفاق که هنوز هست با یه معماری خیلی زیبا و قدیمی، یکی از بزرگترین و زیباترین آمفی‌تئاترهای مدارس تهران رو داره و اون زمان بچه‌های اون زمان که حالا یادشون هست، ولی خب سارای اسکندری محترم جریانش به این دلیل فرق می‌کنه که همکلاس من بود که اون شد طراح بزرگ گریم و من اومدم طرف سینما و تئاتر. آمفی تئاتر اون موقع مدرسه اتفاق، الان حتما همه بچه‌هایی که مال اون زمان بودن و یکی از شاهدان بزرگش خود سارای اسکندری عزیز که از دوستان خیلی صمیمی من هم هست، آمفی‌تئاتر مدرسه دست من بود برای تئاتر و برنامه صبحگاهی. البته این اتفاق از مدرسه دبستان من، دبستان ایران دخت که اون هم سر خیابون دانشگاه بود، از اونجا شروع شده بود. به خاطر اینکه خانش، مثلا یادتونه به هر شاگردی میگفتن یه پاراگراف بخونید از ادبیات، سر کلاس اصلا یه چیزهایی میبینید در سرنوشت روحی آدم هاست. مثلا وقتی که ما میخوندیم، از چهارم دبستان این اتفاق بر من افتاد تا چهارم دبیرستان، که وقتی که میخوندن همه بچه ها صدای من انتخاب میشد در نهایت و من همیشه خانش مثلا اون ادبیات رو باید توی کلاس می‌داشتم که بعد دیگه می‌رفتم تو گروه سرود و مراسم صبحگاهی. در مورد جغرافیای انسانی اقتصادی، من اول اصلا قرار بود فلسفه رو در واقع تو کنکور اون رشته رو بخونم. بعد وقتی که جغرافیای انسانی اقتصادی رو اون سال باز کردن، چون جغرافیای طبیعی داشتیم، جغرافیای انسانی اقتصادی گرایش عمران داشت و اصولا من اصلا رشته دیپلمم اقتصاد، یعنی اقتصاد اصلا من رشته انتخاب تحصیلیم بود و رشته علوم انسانی، یعنی عشق علوم انسانی داشتم. جغرافیای انسانی اقتصادی انسان و اقتصاد رو در بطن جغرافیا مورد مطالعه قرار میداد. خود این گردش علمی ها و خود این داستان ها روح من رو میبرد به سمت تعامل بیشتری با آدم ها. ببینید یه سری چیزها در ناخودآگاه ما هست، یعنی سلسله اعصاب خاطرات ما دارن یه چیزهایی رو حمل میکنن و در ناخودآگاه ما داریم اهداف خودآگاهمون رو برای آیندهمون داریم دنبال میکنیم. در اون بخش این بود تا سالی که من جدا شدم و پدر من و خانواده پدری من از من خواستن که من برم به آمریکا
و گفتن که دیرتر کار بازیگری رو شروع کن. اگر نه من همون سال شروع میکردم. ولی نقطه جالب اینه که من اگر چیزی پشیمون باشم میگم، ولی پشیمون نیستم. اولش خیلی با ناراحتی رفتم آمریکا، ولی الان، نه الان، مثلا 10 سال پیش که زندگیمو مرور میکردم، میبینم که تمام اون اتفاقات باید چیده میشد. حتی دقیقاً 30 سالگی که پدرم گفته بود همون اتفاق افتاد. من همه فکر می‌کنم با به همین سادگی شروع کردم، در صورتی که من اصلا سال 77 با فیلم سینمایی سایه روشن شروع کردم که اصلا نگاتیو بود، یعنی کار من با سینما شروع شد. شاید به همین دلیلم سینمایی موندم. بله، خیلی ممنون. توی فیلم سایه روشن حسن هدایت، در واقع همینجوری که گفتین با این فیلم شروع کردین و در اونجا نقش خاطره همسر عزت الله انتظامی داشتین. به هر حال اولین کارتون بود و مقابل عزت الله انتظامی چه حسی داشت؟ باز اینم ببینیم، پدر من روحش در آرامش باشه، خیلی انسان شریفی بود، خیلی انسان شریف و درستی بود. پدر من عاشق آقای انتظامی بود و براش اصلا مظهر بازیگری. خب بالاخره پدر من، وقتی من دهه 50 به حساب میام، پدر من دهه 20، مثلا متولد 1324 بودن ایشون، دهه 20 بالاخره حساب میشد. من دفتر خانم حکمت رفتم، منیجر حکمت عزیز، که اصلا همیشه وقتی که هر وقت میخوام مثلا بهش فکر کنم میگم که چقدر قدم این دفتر خوب بود. من اونجا رفتم تست دادم برای فیلم زندان زنان، که خب این تکراری شد الان بخوایم بازش بکنیم. اونجا خانم مهری شیرازی تشریف داشتن، خود خانم منیژه حکمت به من گفتن، نشستیم راجع به کتابی که ترجمه کرده بودم صحبت کردیم و اینکه از آمریکا برای بازیگری، گفتم رفته بودم که برگردم و حتی خانواده من الان میبینن این مصاحبه رو. قطعا من با گریه رفتم و تمام این 6 سالی که اونجا بودم هر روز در انتظار بازگشت بودم. و الان منی که اهل سفر هستم و اروپا متواقعا زیاد میرم، نزدیک 23 ساله که من آمریکا نرفتم. دلیلم داشت، عاشق شهرم بودم سان فرانسیسکو، چون توش خیلی چیزها رو یاد گرفتم. برای من خود شهر مثل یک دانشگاه بود. ولی برای رسیدن به مجنون، یعنی لیلی و مجنون بودیم من و داستان بازیگری، این رسیدن و وصال برای من خیلی زمانش طولانی تر از اعدادی بود که در تقویم برای من میگذشت. و خب دیگه اومدم و انگار یه چیزهایی واقعا اینا خرافات نیست. وقتی که سنت، مثلا من الان دهه نیمه عمرم و نیم قرن من رو زمین دارم زندگی میکنم، دیگه الان از 51 سال باید برم تو 52 سال. شما دیگه بعضی چیزها رو مثلا حدس میزنی، ولی بعضی چیزها رو وقتی نیم قرن رو زمین و اونم در عصر عجیب. بعد شما فکر کنید که من قبل انقلاب رو تجربه کردم، بعد انقلاب رو تجربه کردم. تجربه منظور من چیه؟ شما میتونید یه انسان 70 ساله رو بذارید که هیچ چیز تجربه نکرده، چون اصلا عمق نداره، یعنی همه چیز در سطح زندگیه براش. وقتی که عمق داری، تجربیاتت خیلی شکلش و نوعش فرق میکنه. و بر من خب خیلی عجیب بود که آرزوها داره طبق سرنوشت روح، که میگم خرافات نیست، داره اتفاق میفته. یعنی تو یک داری انرژی تو میفرسی، انتظار فعال رو داری، که امر مهمیه در اصلا رسیدن به بازیگری. تو انتظار فعال رو داری، آرزوهات رو داری میگی، عشقت رو داری میگی. مثلا با گلای باغچه توی خونم تو انزا استریت بود، 35 انزا استریت توی سان فرانسیسکو، من با گلای باغچه مثلا من با اونا دیالوگ میگفتم، متن شکسپیر میخوندم، الیوت، شعرهای الیوت میخوندم، حرف میزدم، مثلا شعر ابوسعید ابوالخیر میخوندم، متن میخوندم، مثلا نلبندیان میخوندم. میدونین اینها رو رو به باغچه با خودم مثلا تمرین میکردم. یعنی گلهای باغچه برای من تمام اون تخیل من بودن. و بعد همین شد، آقای انتظامی شد، مهری شیرازی عزیز و محترم. و سخت‌تر از همه تو سوال شما، کسی که هیچ گونه تجربه ای نداشت، نگاتیو رو با تجربه میکردم. یعنی الان خود این دوربین ها خودش سخته، ما به تکرار اصلا حق اشتباه، ما حق خطا نداشتیم. ما یعنی در واقع درسترش اینه که بگم دقیقاً یه زمانی سینما رو خدا رو شکر اینا رو تجربه کردم. در سینما مثل تئاتر ما حق
خطا اصلا نداشتیم، برای اینکه نگاتیو بود. نگاتیو دیگه اصلا یک داستان دیگه داشت. این گونه بود که آغاز این راهی که الان امسال میریم تو 23 سال فکر میکنم، این راه با عزت شروع شد. حالا اسم عزت الله انتظامی بزرگ رو بردیم که من اصلا با خانواده ایشون، با مجید جان، با خانم صدر سالی که بزرگترین هارپیست ایران هستن، همیشه در ارتباط بودیم ما. و خیلی مهم بود که اولین گامت سرنوشت برای تو تعیین کنه که این اندازه باید رفتار کنی. و همین هم شد دیگه. یعنی من تمام این سالها سعی کردم در مدیوم سینما و در مدیوم تئاتر، حتی در خوانندگی، مسیری رو دنبال کنم که آقای انتظامی اون زمانی که بود خوشحال باشه، بعد الان روحش در آرامش باشه، مهری شیرازی بزرگ همیشه خوشحال باشه، چون خودشون هم جزو لیدی ترین زنان سینمای ایران هستن که اصلا نمیتونیم انکارشون کنیم دیگه. این بود کل قصه. بعد از تجربه بازیگری، حالا جلوی دوربین رفتین سراغ تئاتر. فکر کنم اولین کارتونم با حسن مجدی. بله این چه هست؟ با اون حال و هوایی که شما داشتین چقدر جور؟ آقای انتظامی یادم به وقتی که سایه روشن تموم شد، یه روزی من رفتم منزلشون پیش آقای انتظامی و فلور جون، بعد نشستیم صحبت کردیم و اینا. یه کاری بهم پیشنهاد شد که اسم اون فیلمو نمیتونم بگم چون نرفتم، ولی خب فیلمی بود که خیلی گیشه داشت و میتونست اصلا یه اتفاقای دیگه بیفته، چون من اولین نقشم هم تو 30 سالگی بالاخره نقش همسر آقای انتظامی رو تو رویاهاش بازی میکردم که مرده بود، با دو قلوهایی که توی فیلم بودن. بعد آقای انتظامی به من گفتن که تئاتر رو نمیخوای تجربه کنی؟ من این واقعیت رو میگم. برگشت گفتن نمیخوای تئاتر رو تجربه کنی؟ گفتم که ببخشید استاد، من الان 30 سالم شده، بعد من الان برم تئاترم تجربه بکنم؟ تا 30 سالگی که سب کردم به خاطر اینکه خانواده این تصمیمات رو گرفتن، حالا اشتباه یا نادرست، ولی الان فهم کنم مثلا همه چی چیده شده بوده انگار از یک جایی. و حتی تا همین امروز، چون هم علم تقدیر داریم هم علم تغییر داریم، یه بخشش عهده من بوده، من اون تغییرات رو دادم، ولی بعضی چیزا غالبه. یه جمله به من گفتن که اول من خیلی بهم برخورد صادقانش، من از اول کلا بهم بر میخورد، ولی برخوردنم اینجوری نیست که عقب بکشم، خوشحالم هستم بهم بر میخورد، چون شاید همین باعث شده که عزت که دست خداست و خودش ستاره، یعنی پوشاننده تمام ایپای ماست، ولی فکر میکنم این 23 سالی که در سینما و تئاتر بودم سعی کردم برای یه جایگاه زن یک جایی رو درست کنم که آقای محمود دولت آبادی، نویسنده بزرگ تاریخ ایران زمین، راجع من بنویسن که تو نگاه ما رو به تصویر زن عوض کردی. نمیدونم، همچون خاطره تو خاطره میاد دیگه. به من گفتن این، من به برخورد و برگشتم گفتم که من تا الان سب کردم، بعد الانم برم تئاتر، بعد کی سینما قراره برام پشت هم اتفاق بیفته؟ خیلی بهشون برخورد، برگشتم گفتن خیلی متاسفم برات دخترم. الان میخندم، اصلا خندم نمیگیره، ولی الان خنده زیبا شما خندم گیره. بعد بهم گفتن که خیلی متاسفم برات، چون تو اگر تئاتر نری نمیتونی فضای صدات رو پیدا بکنی و تئاتر که به تو همه چیز رو یاد میده. و اتفاقا سالهای خوب تئاتر هم من وارد شدم، یعنی سالهای خوب که قبلتر بود، ولی من دوران طلاییش وارد شدم. یعنی شما فکر کنید همون مثل خون بر استه که با حسن مجونی محترم عزیز کار کردم، متنش مال محمد چرمشیر بود، با سیامک سفری عزیز، با محمد جوزی عزیز که دیگه ایران نیستن. دیگه این شروع شد که عاشق تئاتر شدم. حالا راجع به تئاتر من یه صحبتی بعد از چندین و چند سال دارم که چند شب پیش اومد به ذهنم، و اونم این که باورتون میشه که ما سالی 3 تا تئاتر تمرین میکردیم به دلخوشی، این که چون میدونستیم قطعاً یا 3 تا حذف میشه، یک دونه کار حداقل داشته باشیم رو استیج، بتونیم رو استیج باشیم. سالی 3 تا من تمرین میکردم تئاتر رو، و تئاتر خیلی چیزها رو به من یاد داد، خیلی چیزها. یعنی شاید همون چیزهاست که باعث شده که من در جو تئاتر دیروز صحبت میکنم، اینم تأکید دارم، به من خیلی منش صبر رو یاد داد، تیم ورک رو یاد داد، بند رو یاد داد.
اینها رو همه رو مدیون باز آقای انتظامی هستم که راهنمای درست من بودن، پدر معنوی من بودن و اینکه هستین کمک رو من کرد. رضا میرکرمی چجوری برای به همین سادگی شما رو انتخاب کرد؟ کاندیداهای بسیاری بودن، حتی غیر از 5 کاندیدای اصلی برای به همین سادگی از جاهای دیگه هم داشتن چهره هایی که کمتر دیده شدن رو انتخاب میکردن برای این نقش. اگر اون 5 کاندیدای که اسمشون نمیتونم ببرم انتخاب نشدن، به خاطر این نبوده که من بازیگر با قدرت بودم، چون من تو تئاتر بودم و یه دونه سینمایی اونور کار کرده بودم، چندین و چند سالم ثبت کرده بودم که اون رزومه رو خراب نکنم. فقط از جاهای دیگه هم حتی میدونم که انتخاب‌های چهره‌های ناشناخته داشتن که می‌خواستن به این نتیجه برسن، تا اینکه فیلم آتش نشان کوچولو رو می‌بینن که ساخته مهران ملکوتی بود، نگاه‌ها رو اونجا می‌بینن، مادرانگی رو می‌بینن و اقلیم ما هم اتفاقا دیده میشه و از من دعوت شد به اونجا و آقای میرکرمی خوب یادشونه. برگشتن گفتن هر چقدر بیشتر صحبت میکنید بیشتر دارین از نقش دور میشین. منم این نیست که مثلا تکبر داشته باشم، دنبال کار نیستم هیچ وقت، تا همین امروز من با صدای بلند دارم صحبت میکنم. من گفتم من اصراری ندارم، که یادمه که بچه ها بعد همه من خورده گرفتم، گفتن همه دارن برای این نقش خودشونو بیچاره میکنن، چرا مثلا چنجون؟ و واقعا حرفم درست بود. گفتن نه چهرتون، یعنی اون موقع خب من فهم کنم مثلا 57 کیلو بودم، دیگه به این نتیجه رسیدیم که من چاق بشم و من حدود 3 ماه 17 کیلو اضافه وزن بر خودم درست کردم. این باعث شد که صورت پف بیاره، پشت پرک پف بیاره، بینی پف بیاره، گونه نباشه، چون اون زمان که جراحیه که میکنن نبود، صورت من در صورت این خاصیت رو داشت و با گریمم که سودابه خسروی بود، خیلی البته واقعا طراحی ساده و جالبی که مثلا ابروها رو نگه داشت پرتر کرد، یا بالاخره همون گریم مینیمال، ولی من باید به این گریم کمک میکردم. 17 کیلو من اضافه وزن پیدا کردم که تو بدن این زنی که دوچار روزمرگی هم شده تأثیر بذاره، که بعد میگم همینا مثلا چون فیلم نامه تکیه بر جزئیات بود که ایجاز به وجود می آورد، که لی وولمان عزیز تک پرسونای کارهای برگمان که اونم میگم سرنوشت روحی، شما فکر کنید یه روزی نشستی سونات پاییزی میبینی، فریادها و نجواها میبینی، عشق سینمای برگمانی و حالا تک پرسونای کارهای برگمان میاد در جشنواره بین المللی یک کشوری به تو دست تو رو میبره بالا و میگه که مثلا، حالا من اگه بخوام تعاریفشون رو بگم قشنگ نیست که همه شنیدن این رو، در تالار پوشکین. حالا با توجه به اینکه خیلی تلاش کرده بودیم برای این نقش و به هر حال برای اینکه برسین و در همون قالبی که دارین ازش صحبت میکنین قرار بگیرین، در طول زمان فیلم برداری و ضبط و اینا فکر میکردین که هیچ این اتفاقی براش بیفته انقدر دیده شه سیمرغ بگیرین؟ نه صادقانه اصلا، و خیلی خوشحالم که این فیلم وقتی که جوایز رو ما در ایران گرفتیم، طبق معمول همیشه دیدین که همیشه معترضین وجود دارن، بعد همه به همیشه ایمان آوردن، چون دیگه گشت، گفتم یه وقتی یه فیلم سینانمایی داره میگم خب طبیعیه که جشنواره خارجی بپذیرنش، ولی جایی نبود که به همیشه سفر نکنه. نه واقعیتش اینه که فکر نمی‌کردم انقدر موفق، اما می‌دونستم رضا میرکرمی فیلم بی آبروی نمی‌سازه. زیر نور ماهو دیده بودم، خیلی دور خیلی نزدیک رو دیده بودم، میزانسن و دکوپاژاشو می‌دونستم، می‌دونستم فیلم بی آبروی نخواهد شد. اینکه شاید از اینکه خودم نتونم طاهره رو خلق کنم نگران بودم، چون یه موضوع سخت‌ترم داشتم و اون این بود که من نباید لهجه می‌داشتم، من باید آوا می‌داشتم. آوا با لهجه خیلی فرق میکنه، لهجه تکنیکی تره و شما میتونید در بیارید، منم اهل تکنیک نیستم. آوا باید در صدای من میبود، یعنی زنی که الان 20 ساله تهران زندگی میکنه، اهل مثلا تبریز بوده و حالا سعی میکنه که یک، این خیلی سخت بود و خب سکوتای طاهره که بافتنی بافته شد حدود فکر میکنم 3 متر، من تو سکوت
بافتنی میبافتم تو پیش تولید، آقای حسن خدای محترم عزیز میشستن کنار من متن به ترکی میخوندن که من آوا رو یاد بگیرم. و گروه هم خیلی محترم. ببینین حاصل یه کار خوب متن بعد دکوپاژ میزانسنه، ولی حرمت کارگردان هست که انقدر من خاطرات خوبی دارم از حرمتی که آقای میرکرمی سر صحنه داشت. یه صدای بلند ما نمیشنیدیم، یه بی احترامی، رعایت حال روانشناسی بازیگر، حرمت. توقعم برای این بالا رفت چون از اول با آدمای درست کار کردم خیلی، و یکم بلبشو الان به همم میریزه تا اون اندازه که گاهی اوقات فکر میکنم که به خودم میگم هنگامه تو که ماموریتتو انجام دادی هنوزم خیلی آدم کار داره، چون ته نداره این مسئله. یعنی آقای انتظامی گفت اگر روزی بیدار شدی دیگه استراب نداری، اون روز بدون تو مرده ای، دیگه هیچ کاری برای کردن نداری در مورد سینما. ولی بلبشو امروز سینما و همین نمایشهای خانگی، رفتارها، چیزهایی که آدم میبینه، یه مقداری داره پسم میزنه. بعد از دریافت سیمرغ حساسیتتون نسبت به انتخاب نقشه خیلی بیشتر شد؟ خیلی صادق باشیم، چون از اول حساس بودم حساسیت بیشتری نشد. نه مثلا درباره الی رو آقای رضوی چند سال بعد من دیدن گفتن که ما میدونستیم شما درباره الی رو رد کردیم به خاطر که نقشه دو قبول نمی‌کنید. گفتم اصلا چنین موضوعی نبود، اصلا چنین موضوعی نبود. دلیل نیومدن من تو درباره الی که بعد مریلا زاره محترم رفت برای این نقش، گفتم اصلا یه دلایل دیگه وجود داشت، دلیل تولیدی و تهیه، و بعدم اصلا یهو دیگه دستیار کارگردان با من تماس نگرفت. این بود، اصلا ماجرایی نبود که من نقش دو نمیخواستم کار کنم. نه من اساساً بازم این لطف هستیه، یعنی نبود من تکبری براش پیدا کنم در مقابل هستی. با عزت شروع شد همه چی. وقتی که تصمیمت بر عزتمندی هست و هنر دیگه انتهاست، چون تنها چیزیه که تنهایی ها رو میتونه پر بکنه، میتونه تنهایی رو شکست بده برای آدم ها. ما مشغول به این کاریم. وقتی که تو قرارتو با خودت میذاری که جاه طلبی نه، بلکه ماندگاری، مانا بودن. مانا بودن و وقتی که به رازش پی میبری، ناخودآگاه سیستم تربیتی تو میاد جلو، سیستم تعقل میاد و تو سعی میکنی در مرز قداست هنرت رو حفظ کنی. بنابراین ناخودآگاه انتخابات میره به سمت انتخابهای خیلی دقیق تر، که البته اتفاقی هم افتاده که حتما راجبش صحبت خواهیم کرد که چی شده که انتخاب بد شاید در دیدگاه مردم عزیزمون من داشتم که باید جواب گوشون باشم. در فاصله بین سال 86 تا 90 که دومین سیمرغتون رو بگیرین، حالا راجع به همین انتخابای اگه بخوایم حرف بزنیم، انتخابای خوبی داشتین فکر میکنین؟ آره. من مثلا بیداری رویاها از محمد باشه آهنگر رو فیلم بسیار خوبی میدونم، با تیغ سانسور روبرو شد. خیلی از سکانس های مهم به نظر من که سرنوشت ساز بود برای در واقع رساندن پیام این فیلم خب از بین رفت. و میگرن مثلا فکر کنم بعد از یادم نیست سیمرغ دوم بعدش چه بازی هایی داشتم، ولی یادم نه اصلا نارضایتی ندارم. مثلا فیلم نیلوفر با سابین جمایر کار کردیم که کارگردان فرانسوی لبنانی بود، مثلا اون فیلم توقیف شد. روح فرشته تایرپور رو باید یاد کنم از ایشون، یکی از معلمان من، یکی از آموزگاران من، مثل خانم مهری شیرازی، مثل آقای انتظامی. حسن نه تنها اینا معلم، اینا مراقبان من بودن. حالا خدا شو خانم شیرازی نفس میکشن و نفسشون برای این جهان نعمت در سینما، ولی من دو عزیزم را از دست دادم. یکیش خانم فرشته تایپور بود. مثلا با ایشون کار دو زن رو دارم اشتباه میگم، آقای الوند زن دوم بود،
دو زن که مال تعمیر میلانی محترم بود، فکر کنم زن دوم بود اگه اشتباه نکنم، مال آقای سیروس الوند بود که من نقشم رو دوست نداشتم، مثلا نرفتم، مثلا اینجوری داشتم که یه چیزایی رو قبول نکنم تا روزهای زندگی که سیمرغ دو. اون دفعه همه آرا رو آوردم، بعدم باز همینجوری شد، خیلی ها هی باز نهونه آوردن. بعد جالبه که برای من خیلی مسئله است که همون کسایی که زدن، یعنی میزدن برای من، خداشون امروز فیلم های جنگی کار میکنن و ما بهشون احترام بذاریم. این خیلی برای من باعث تعجب بود. یه نقش خیلی سختی هم بود، نقشی که توی روزهای زندگی خیلی داشتیم. سخت، چون که هم اطلاعاتی که باید از اون زمان می‌داشتین، بله. و هم اینکه یک پزشک اون زمان داره، بله. چه اتفاقی براش می‌افته و توی اون شرایط چجوری با این کنار اومد؟ بله. من دختر 9 ساله بودم که جنگ ایران و عراق اتفاق افتاد. یه دختر 9 ساله سلسله اعصاب خاطراتش این خاطرات رو به یاد دارن. رادیوی همیشه روشن و همیشه آماده باش برای حتی آسانسور سوار نشدن و پریدن از پله ها در هر ساعت زمانی در جنگی که واقعا وارد شد. نشسته بودیم، داشتیم زندگی هامونو میکردیم. یعنی من کودک جنگ بودم، حالا درسته تو اهواز و آبادان نبودم، ولی من تبعات جنگ رو که حالا بعدها تو بیداری رویا بازیش میکنم، رخشانه رو، در روزهای زندگی یه دختر 8 ساله حالا قراره که یه پزشک اون زمان رو بازی کنه. برای اون کار یه خانم احمدی بودن که در جنگ پرستار بودن، یه خانمی بودن با صورت خیلی جدی که یادم مثلا اولین بار میمیکشون با من این بود که روبرو میشستم، گفتم خدای من چجوری میتونم با ایشون ارتباط بگیرم، و بعد شدیم خیلی نزدیک به هم که عزیز دلم تو اولین روز فیلم برداری من بلند شدن اومدن لوکیشن. بعد کار دیگه که کردیم، من و حمید فرخ‌نژاد عزیز که یکی از بهترین پارتنرهای کاری من هست از لحاظ حرمت و اصلا نوع جنس بازیامون با هم دیگه، من و حمید جان رفتیم بیمارستان سینا و برای من اون تیکه خیلی سخت بود، سر عملای باز، عمل مغز باز، عمل دیسک کمر، عمل قلب باز، داشتم اصلا دیوانه می شدم. واقعا الان میگم دوباره خون میره تو مغزم. فکر کنیم ما باید وامی سدیم عمل نگاه می کردیم. بعد یه روزی من پرسیدم گفتم چرا ما باید این کارا رو بکنیم؟ بعد که اومدم تو فیلم فهمیدم چرا. چون باید اعمال یه پزشک رو من یاد می گرفتم. حمید باید یاد می گرفت. و خب این اتفاق، حالا این بخش سختشه. بعد ورود به کار میکنیم، مثلا به جای پتو رو من یا جاجیم مینداختن، این جاجیم رو همون جوری جمع میکردن میذاشتن توش، کک بود، ساس بود، همه چی بود، مثلا اینجا قارچ زده بود، بعد انفجار، مثلا یه جا خط چاشنی رد کردم انفجار پوستم رو سوزون. یه بار دم اون قسمت که تانک میاد که حمید ربات صدا میکردم، امیرعلی رو در واقع در فیلم که تانک میاد دیوار خراب میکنه تو پناهگاه، فکر کنید هیچ جای اینو نداشتیم که صوت بشکنه. چاشنی زیر پای من، برای من چیزی هم تو گوشم نشونه، چاشنی زیر پا وقتی میشینم خاکو دارم کنم، چاشنی باز شد، ترکید، گوش من سایلنت، سکوت مطلق. یعنی نه اینکه شما حتی مثلا بشنوید که یکی داره میگه هنگامه، هیچی. و من اونجا صدا بردار کار به یاد دارن و گروه کارگردانی که من اونجا فقط بر اساس تجربه حسی تو دلم گفتم آخرین صدایی که از تو هست و بر اساس صدایی که نمیشنم، خیلی سخت شما صداتون رو نشنوید بتونید در واقع اون صدا، اون دیالوگ رو بگین، که من اون هر وقت اون یتکر نمیاد اون شب میفتم که گوشام نمیشنید و داد میزدم امیرعلی و بعدم حوادث صورت و پا و بدن و صبح بالا میآوردم. هر شب که میومدم خونه صبح بالا میآوردم. خیلی من اذیت شدم سر اون کار و خب باید اذیت میشدم، جنگ بود. نمیشه که ما مثلا بشینیم بعد بگیم که اوکی مثلا ما خیلی راحت این نقش رو همجور تکنیک بزنیم بریم جلو. نه، وقتی بازیگر میخواد یه نقش رو قالب گیری کنه با تا ته ماجرا رو بره. مثلا من همین الان
یه مواقعی اتفاقا چند روز پیش با یکی از دوستانم بودیم تو کوچه همین کار کردم، ماشین گیر نمیمد. اون دوست من که مشهور نیست سخت بود براش بیاد تو کوچه، گفتم با من که مشهور شدم دارم میرم تو خیابون ماشین تاکسی در بس بگیرم، میرم قایقا تو صف نونوا میستم، میرم میوه‌ام و بذات خودم انتخاب میکنم. خرید کردن خیلی دوست دارم، مثلا توی محله خودم صنایعی که عاشقشم مثلا دوست دارم، چون زندگی طبیعیم رو به این جهت دوست ندارم از دست بدم، نه اینکه شهرت اینا رو ازت میگیره و چقدر بد که ازت میگیره، چون خودت میمونی با خودت آخرش، به خاطر اینکه با مردم نزدیک بمونم و زندگی ها رو ببینم. من چطور میتونم وقتی یه نفر تاکسی سوار نشم میدونی حال مردمی که تاکسی سوار هستن، یا تو اتوبوس نشینم حال اونها رو من متوجه بشم، یا اگر مترو سوار نشم. باید تو بطن جامعه باشی، حالا سختی بیشتر میکشی، عذابت بیشتر میشه. به قول عطار نیشابور میگه که هر چیزی را زکاتی، زکات عقل را عذابیست علیم. ولی خب این عذاب علیم تو رو به اهدافت نزدیک میکنه، مثل یک مبارز که سختی ها رو به جون میخره و میره برای مبارزه دیگه. این بار دیگه منتظر سیمرغ بودین واقعا؟ این بار آره، حتی بیشتر از دفعه قبل خیلی منتظر بودم، ولی انقدر اسم یک عزیزانم و همکارامو نمیبرم، چون من همکارامو دوست دارم و دوست دارم تو صنفم هم همیشه حرمت ها رو نگه دارم. حتی اونا خودشون هم میدونستن که اون سال من باید ببرم، چون مقایسه نقش ها بعد از اکران معلوم میشه. پس وقتی من فیلمی رو ندیدم چطور فکر میکنم به هنگام اشتباه دادن؟ شما باید اون فیلم رو بشینی ببینی، با نقش خودت قیاس کنی که اون اشتباهات پیش نیاد، درسته؟ یادم انقدر روحیم عجیب و غریب بود که با لباسای خیلی معمولی رفتم، چون یه لجایی هم من گاهی اوقات با خودم دارم که یه بیخیالیه خاص خودمه. حتی لحاظ لباسی مثلا کار خاصی نکرده بودم. جشنواره اول خب فرق می‌کرد، اولین جشنواره بود با همین سادگی، اونم همینطور. تا دو ساعت قبلش واقعا اینو دارم جدا میگم، تا ماشین بیاد دنبالم منم جور دراز کشیده بودم، اصلا منگ بودم، نمی‌دونستم که کاندیدا شدم الان باید برم و چه اتفاقی می‌خواد بیفته. آمادگی نداشتم و وقتی که اسم من رو خوندن برای تمام کسانی که دست زده بودم و همین امروز دست میزنم و تو عکساشون استوری میکنم، خیلی هم غمگین شدم. اساسا من هر وقت جایزه میگرفتم میدونم چرا آدم غمگین میشدم، خیلی برام سواله. در هر صورت یه چیزی رو اون سالها مثلا جشن خانه سینما جایزه گرفتم، باز عجیب بود برام که من چرا خوشحال میشم همه جایزه میگیرن و چرا این حالو بالعکس دارم میبینم. ولی خب من همیشه برعکسم، وقتی چیزهای اینجوری میبینم به جایی که ضعیف بشم پرقدرت تر میشم. بعد از روزهای زندگی توی فیلم من مادر هستم فریدون جیرانی بازی کردی، این فیلم پرحاشیه بود که خیلی هم اعتراض بهش. اولین باری بود که جلوی وزارت ارشاد دو گروه نماز خوندن، چون با چماق بالا سر ما شب اکرانش چماق به دست دادم سینما ایستاده بودن و من و باران اصلا میترسیدیم بریم تو که از پشت نخوریم، اصلا نزنن یه وقت ما رو. یادمه که اولین و آخرین فیلمی بود که جلوی وزارت ارشاد دو گروه ایستادن، گروه مخالفین و گروه موافقین. بعدم که شب یهو من از ماشین تشریفات پیاده شدم برم تو سینما، دیدم که همه با چماق ایستادن، این کلمه چماق واقعی دارم میگم. بعد رفتیم تو سالونم با چماق اومدن و عجیب بود که حمایت مردم عزیزمون، نه از چیزی که نمیدونن الکی جو زده، چون اصلا اون موقع مثلا الان نبود تو اینستاگرام اینقدر فضا سازی بشه، از این خبرو نبود، خودمون میدونیم دیگه. من لیولمان دستمو گرفته بالا، ازش فیلمی نیست، دو تا عکس مثلا حالا تو سایت ها میزنیم. اون موقع مثلا الان نبود جنجال های جشنواره بین المللی که مثلا من انقدر میرفتم و میومدم، چه برای داوری چه برای مثلا کاندیدایی که میشدم. رفتیم توی سینما و مردم روی زمین نشسته بودن، یعنی صندلی ها که پر شده بود، این مسیری که ما میریم که چرا قوه میندازن که بشی، این مسیر پر مردم بود. و اونم یکی از فیلم هایی که من خیلی دوست داشتم. اصلا اساسا کار کردن با فریدون جیرانی عزیز چقدر میدونین از چی خوشحالم عزیزم؟ از این خوشحالم که
با آدم های خوب کار کردم. هیچ حسرتی تو دلم ندارم. اگه امروز چیزهایی میبینم که برام واقعا مثل علوم غریبه میمونه، یعنی اصلا احساس می‌کنم که اون علوم غریبه است یا این علوم غریبه است، چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی در حال وقوع هست. ولی بعد آروم میشم میگم که تو حسرتی رو در نداری، شما آدم های خوب تجربه کردی. یکی از فیلم های موفقی که شما توی سینما داشتین سعادت آباد بود، کار مازیار میری. فیلمی بود که خب همه توی سینما دیده بودن و یک پایان مشخصی هم داشت، اما زمانی که این فیلمو توی شبکه نمایش خانگی منتشر شد و دیدیم، یه پایان، یعنی انتهای فیلم زده شده بود و کاملا تغییر میکرد معناش. شما نمیدونم دیدین یا نه و میخوام راجع به این تغییر. من سعادت آباد جز فیلم هایی که مثل من مادر هستم و به همین سادگی که جز تعصبات هم هستم، یعنی وقتی تعصب میارم وسط، عصبیت جاهلی منظورم نیست. عصبیت جاهلی خیلی توش فقر فرهنگی هست. من روی تعصب خیلی زیبا صحبت میکنم که برمیگرده به کارگردانم، یعنی مازیار میری، فریدون جیرانی و رضا میرکریمی، سه نفری که ما الان روز کمال تبریزی، کارگردانای محترم، کارگردانای تهیه کننده های محترم، کسایی که تمام اون رعایت اصول اولیه روانشناسی و آرامش بازیگر رو برقرار میکنن، چه لحاظ مالی چه لحاظ رفتاری، که تو بتونی ایفای نقش تو انجام بدی. سعادت آباد در سینما بود، اون سکانس آخر که خیلی هم سکانس مهمی بود، از مینا ساداتی عزیز و حامد عزیز، بعد که اومد تو نمایش خانگی دیدیم حذف شد. من اصلا جالب بود که در مورد سعادت آباد فهم کردم اصلا کلا خیلی از این فیلم زده بشه، که این اتفاق نیفتاد. و هنوزم امیر آقایی، حامد بهداد، مهناز افشار که امروز خوابش رو دیدم و صبح وقت بیدار شدم خیلی با دلتنگی عجیبی از خواب بیدار شدم. خیلی دیدین آدم خواب میبینه دلتنگ میشه؟ من تمام امروز یک حس دلتنگی عجیب داشتم، چون حالا امروز عجیب این خواب دیدم، بعد اومدیم راجع به سعادت آباد صحبت میکنیم. امروز صبح با خواب مهناز از خواب داشت، تمام مدت خوابم با من بود. با من سوار یه آسانسور کرد، آسانسور که داشتم میزدم زنگ در زده شد. کاش که خوابم ادامه داشت. توی سینما فیلم هایی بوده که بازی کرده بود باشین و بعدش پشیمون بشین از از فیلم؟ بله از فیلم بله، ولی از این که خودم وقتی که میام میبینم که دکوپاژ، میزانسن، طراحی صحنه، طراحی لباس، طراحی نور، قاب بندی، ببینید 6 عنصر مهم، تعطیله و تو انتظارش هم نداشته که تعطیل باشه، اونجا من چی کار میکنم؟ اون کاراکتر رو نشات میدم، میگم این داره ضعیف کار میکنه، همه ضعیف کار خودشون میکنن، من نباید این وسط قربانی بشم. برای همین نمیتونم بگم که پشیمونی رو راست باشم، چون پشیمونی، حالا بعد قسمت پشیمونی هم میرسیم. مثلا فیلم دلبری یه واقعیته، همه عاشق توبا میشن، خود من عاشق توبام. اصلا من وقتی که فیلم نامه رو خوندم عاشق توبا شدم، بعد رفتم کلی تحقیق کردم. بعد خب وارد صحنه میشه که اصلا اون صحنه وقتی کسی ناراحتی ریه داره، اونم 98%، شما توی یک جای مفروش اونو نگهش میداری؟ اینا ذره، یعنی منی که طراح صحنه نیستم، منی که کارگردان نیستم، انقدر میفهمم به عنوان یه سینماگر که وارد میشم میگم که این باید تختش توی جای خالی بود، چون این اتاق بیمارستانه، سالهاست خونه توبا بیمارستانه، بیمارستان سالهاست توبا پزشک خانواده است اصلا. و بعد میری تو اون لباسای عجیب، بعد میری تو میزانسن‌های عجیب، بعد میری توی دکوپاژای عجیب. مثلا در مورد اون فیلم خیلی راست باشم، من هر وقت به دکوپاژ و میزانسن فکر میکنم به هم میریزم. اما این وسط واقعا میخوام بگم که کارگردان محترمی داشت این کار، یعنی بر همین گاهی اوقات سخت میشه، ولی باید با مردم رو راست بود. من نمیتونم، یه سری چیزهایی اسمش آبروداری نیست، چون مردم تا
طرف مقابلن و اونا دارن تو رو نگات میکنن و راجبه دارن حرف میزنن. مثلا هیچ که از توبا بعد نمیگه ولی از فیلم از میزانسنش رنج میبرن، دکوپاش رنج میبرن. شما هم توی دو تا سریال که حالا منتشر شده و دیدیم حضور داشتین، یکیش همگناه بود و یکی هم جزیره. من جز اون بازیگرایی نیستم که به خاطر کرونا سینما رفته باشم سمت نمایش خانگی. این اتفاق از مصطفی کیایی شروع شد. مصطفی کیایی روزی که رفتم دفترشون برای همگناه، مصطفی دیگه میدونی که دروغ نیست و چون چیزایی که دارم این واقعیت تعریف میکنم. من قرار بود برم برای فارغ التحصیلی تنها فرزندم دوبلین و اون روز برای من بزرگترین روز زندگیم بود. دلیل آوردم، دوتا دلیل. گفتم من نمایش خانگی کار نکردم تا الان، نپذیرفتم، دیگه اسم نمیبرم چه کارهایی رو رد کردم چون این کارها دیگه کار قشنگی نیست. گفتم که من نمایش خانگی نمیتونم کار کنم، کار طولانی نمیتونم، من مدیومم مدیوم سینماست، 40 روز باید کار کنم، بعد یک سال کار، چون مدلم هم همینجوری بود اگه رزومم رو ببینید، سالی یک دونه کار بعد میرفتم میشستم و چیز بود برام. میگفتم خوبه همینجوری برم جلو و همینجوری هم اومده بودم جلو، تا اینکه در اتاق اینا بستن و گفتن که آلترناتیو دیگه‌ای برای لیلا نداریم. گفتم پس من باید برم دوبلین که اونا این اجازه رو خیلی محترمانه دادن و باعث گرفتاری من اونا شدن. میدونین چرا؟ چون تا امروز بهترین گروهی بود که جمعیت رو تجربه کردم و اعصابم خراب نشد بیام بیرون. یعنی اصلا مصطفی کیایی باعث این داستان شد. کرونا باعث نشد و نرفتن به بخش شد. فیلمنامه داشتم سینمایی تو خونه. ولی احساس کردم که انقدر همگناه برای من تجربه خوبی بود. گفتم چرا مدیوم خودم رو یه مقدار وسیع‌تر نکنم؟ چرا با مردم بیشتری نتونم ارتباط بگیرم که تلویزیون رو احترام دارم براش. ولی حالا هر کسی یه روحیه‌ای داره. من روحیه تلویزیونی ندارم و بد نیست اگر کسی داشته باشه. من به تمام دوستان تلویزیونی احترام میذارم چون اصلا این مرزها کار اشتباهیه، ولی درست مثل غذا میمونه، مثل اینکه یه نفر گوشت رو دوست داره یکی دوست نداره، درست جریان همینه، یعنی انتخابه. و این باعث شد که من نسبت به کار جمعی، چون اولین کار طولانی من بود. آها یه چیز دیگه هم برام پیش اومد. گفتن ما مثل سینما برات میبندیم، اصلا 40 روز کاری تو بیاد اذیتت. و این همین کار اینجا جا داره از مریم حجیروند تشکر بکنم، برنامه‌ریز محترم این کار. و من هم البته 5 روز، شما فکر کنید 12 ساعت رفت 12 ساعت برگشت به دوبلین، رفتم که به همگناه برسم. همگناه تجربه خوبی بود و خیلی خیلی. بعد از اون شما یه تجربه دیگه کردین با سیروس مقدم برای سریال جزیره. به هر حال سیروس مقدم رو همه میشناسیم، کارگردان خوبیه، توی تلویزیون هم سریال های خوبی ساخته. اما خب با توجه به اینکه شرایط خوبی مهیا بود توی این سریال، اون انتظاری که ازش میرفت برآورده نشد. برای تمام شما اینا رو چجوری اتفاق افتاد؟ آره تمام این صحبتی که شما دارین و چه خوبه که من هیچ‌وقت سوال نمیگیرم تو خونه بیام جواب بدم، برای هم بداهه صحبت کردن و دوستان، چون اونجوری تو طراحی میکنی بعد دروغگو میشی، محافظه کار، دروغگو هم نشی محافظه کار میشی. مردم هم انقدر هوش دارن، بیشتر از ما سینماگرا، که همه چیز رو متوجه میشن. به من زنگ زدن، یعنی تلفن من که چند سال من رو اینم باید اعلام کنم که بعضی فکر میکنم من بلاکش میکنم. من 7 سال تلفنم بلاکم، تمام تماسهای من از طریق واتساپ انجام میشه. برای اینکه واقعا اصلا تو خونم تلفن ندارم. این الان نمیدونم برای شما باید عجیب باشه. من تو خونم الان 22 سال ایرانم، 21 سال من تلفن تو نه کمتر 19 سال من تلفن خونه ندارم، موبایل کافیه واقعا. به من گفتم با من تماس بگیر، من تماس گرفتم، گفتم نه من خیلی خستم. بعدم یه نمایش خانگی موفق داشتیم به نام همگناه. موفق به چه دلیل؟ به دلیل اینکه نهاشیه داشت، حرمتی که مصطفی کیایی، واقعا اونجا متوجه میشی مصطفی کیایی کیه، که تو مدیوم سینما بود همیشه مصطفی، بعد اومد سر این کار که کار بلند بکنه، انقدر مدیریت
رفتارت با بازیگر، مسائل مالی بازیگرها، یعنی اصلا حرمت کامل. خب آقای پرویز پرستوی عزیزم بودن که من دوست داشتم بازی کنم، ولی حالا از اونم یه خاطره براتون بگم که عجیبه که یاد بگیرن بعضی هایی که وارد سینما دارن میشن. یه پلانی داشتم، حرف تو حرف میاد ولی خوبه، یک سکانسی داشتم که یه پلانی داشت که من وارد بیمارستان میشم، اگه مردم عزیزمون یادمون باشه، یادشون باشه و من هم منو به یاد آوردم که وارد اتاق که میخوام بشم، آقای پرستویی خوابیده توی اون اتاق، یعنی دراز کشته اینجور سرشو گذاشته روی صندلی. تو تمرین من رفتم یه صندلی خالی کنار دوربین بود و تمرین رو کردیم و گفتن بریم برداشت. من اومدم از پشت پنجره نگاه کردم، در رو باز کردم، آقای پرستویی اونجا نشسته. بعد کات دادم گفتم استاد چرا نشستین اینجا؟ گفتن که فکر میکنم که این وظیفه هر بازیگری، یعنی کسی که کسوت این گونه داره از تئاتر شما در نظر بگیرید، از کی میشینه تو جایی که در اصلا شوت من بود، شوت ایشون نبود. میرسیم حالا به جزیره، دیدم نقش آذین رو دوست دارم و یادمون نره که آقای سیروس مقدم از زمان دایجان ناپلئون در هر صورت جزء تاریخ این مملکت هستن و همینجا جا داره بگم که با آقای مقدم یک بار من صدای بلند ایشون رو هم نشنیدم. خیلی حواسشون به روانشناسی بازیگر بود، ولی متاسفم برای اینکه من آذین رو درآوردم که چقدرم برام این نقش نفرت انگیز بود، به دلیل اینکه یه زن سیاس بود و خیلی منو آزار میداد. یعنی مدت ها طرز صحبت کردنش، طرز راه رفتنش، نگاهش جزء ارواح خیلی آزاردهنده بود برای من و من از اینجایی که دیدم که دیگه اختلافاتی به وجود اومد بین نویسنده و تهیه کننده و اصلا نفهمیدیم چی شد، بعد اصلا نفهمیدم. یعنی تا همین امروزم باور کنین این نیست که دارم، من خیلی شفافم چون اصلا روی هم رفته ترس از چیزی ندارم، ترس از شاید مرگ بد دارم فقط و ترس از اینکه شاید مادر خوبی نباشم، ترس از اینکه برای مردممون کمکاری کنم. پس چیکار میکنم؟ در جایی که میبینم همه چیز به فنا داره میره، من نقشمو میچسبم. من به نقشمو کم نذاشتم برای آذین. حتی من وسط جزیره اولین باریه که دارم این رو مطرح میکنم، چون از این کارا خوشم نمیاد. اهالی جزیره میدونن. من وسط کار جزیره 4.5 ساعت به اتاق عمل کارم کشیده شد. و بعد از اون 4.5 ساعت عمل سنگین خیلی خطرناک، خیلی خطرناک، من برگشتم به جزیره و باز آذین رو حفظش کردم و هر وقت به هم میریختم فقط با خودم گفتم اشکال نداره، درست مثل توی خونه‌ای که اگر یه سری چیزها موافق تو نیست، تو مثلا شاید بری توی پاسیوی اون خونه توی خلوتی رو برای خود پیدا کنی، بشینی با خودت خودکاوی کنی، این کار رو انجام بده در مورد نقشت. من کار خودم رو کردم، دیگران کار خودشون رو درست انجام ندادن متاسفانه. سریال رو دیدین بعد از این که نه اصلا ولی کلن که عادت دارین میبینین کاراتون؟ بله بله، همگناه رو از اول تا آخر کامل دیدم. جزیره رو چند قسمت شو دیدم که فقط ببینم قالب‌گیریمو درست انجام دادم. حتی روزهای آخرش هم نگاه کردم روند قالب‌گیریم درست هست، راکوردامو نگه داشتم، راکورد شخصیتی، چون بعد از اون عمل جراحی سنگینی که برام پیش اومد و خیلی دوران عجیبی رو، اون دورانم برام خوب بود، خیلی درس صبر گرفتم چون یک ماه خوابیدم، واقعا یک ماه، و بعد دوست ندارم کسی ازم پذیرایی کنه، بهم برسه. تنهایی بیشتر به هم قدرت میده برای اینکه بتونم بسازم خودم رو. ولی میگم باید به چیزهای خوبشم اشاره کنم که آقای مقدم خیلی آدم محترمی هستن، خیلی احترام دارم، خیلی احترام دارم، ولی نه، کاری نبود که من بتونم بشنم تمام قسمتش تماشا کنم. دروغ کار قشنگی نیست. از بازیگری که یه خورده فاصله بگیریم، بریم سراغ این که شما توی زمینه آواز هم فعالیتایی کردین و اونجوری که شنیدیم از به همین سادگی هم اتفاقا شروع شده این علاقه. راجع به این هم یه خورده برامون بگید.
علاقه من به همین سادگی شروع نشد. به همین سادگی از صدای من استفاده شد. چون قبل اون در آتش نشان کوچولو استفاده شده بود. یعنی من علاقه منتر نشدم. سینما علاقه من به صدای من شد. این خیلی نکته مهمیه ها. در آتش نشان کوچولو که فیلمی بود که آقای میرکریمی اون فیلمو دیده بودن، مال مهران ملکوتی عزیز، صدا بردار محترم سینما که خانمشون هم شیوا رشیدیان یکی از بزرگترین طراحان به نظر من لباس ایران هستن، من لالایی باد میخوندم. لالایی باد میخوندم، رفتم استودیو صدامو ضبط کردن و لالایی خونده شد و اونجا در به همین سادگی از صدای من طبق فیلمنامه استفاده شد. بعد اومدیم جلوتر، سعادت آباد، بچه ها با هم خوندن، من باهاشون خوندم، سخت‌ترین بخشش رو دادن به من. یه آقای مازیار عزیز میری اومدن گفتن پلی بک، گفتم پلی بک کنم، گفت سخت‌ترین کار بود دیگه، گفتن دادی ما از تو این انتظار داریم. برای همین کارگردان های سینما من برای خوندن انتخاب کردن، من اونا انتخاب نه، علاقه من از سن کم آواز میخوندم. اصلا این یک رسم در خانواده ما، وقتی که ما عزیزی رو از دست حتی میدیم در اون مراسم شبانه زنها میشینیم و آواز میخونیم. این یه چیزی که من حتی استاد میدونیم که 2 دقیقه نداشتم، من 2 دقیقه استاد آواز نداشتم و کنسرت منم یه جوری شد که اهالی موسیقی بعد از من دفاع کردن، خبرنگارا نتونستن محکوم کنن این کنسرتو، چون کنسرت موفق شد. این بازیگریه، من هم بازیگر خودآموزی هستم، مثل زندگی سرافین نقاش نمونش هست دیگه، هم خواننده خودآموز. و بعد از اون شروع شد آتش نشان کوچولو، اومدیم در به همین سادگی ساری گلین، بعد اومدیم در سعادت آباد اون ترانه که خوندیم، بعد اومدیم در من مادر هستم، دوباره آقای جیرانی یهو سر صحنه برگشتن من گفتن که الان که وارد میشی بارانو که بغل میکنی آخر سکانس ازت میخوام که آواز بخونی. گفتم این نبود تو فیلمنامه، گفتم من الان میخوام ازت. اونجا باز خوندم تا اینکه بعد دیدم ای بابا من دارم. آره تو یه قناری یه کلاغ، از اونجا دیگه شروع شد. روح شما در آرامش باشه اسخر عبداللهی بزرگ، که واقعا مثل پدر بودن در ادبیات سینمای ایران. اولین فیلم که من ازشون دیده بودم خانه خلوت بود، قبل از اینکه از ایران برم، و اولین و آخرین کارشون هم که من بازی کردم دیگه، الهه رو، زنی در سال 1128، یعنی سالی که مادرم به دنیا اومده و خیلی کار سختی بود، و اون ادبیاتی که میتونست خیلی کلیشه‌ای بشه چون به زبان اون زمان باید صحبت میکردیم، و من میخواستم به این یک رهایی بدم که قابل باور بشه. یکی از نقشای سخت من بود چون من چشمم یکی بسته بود، فشار یه چشمم میرفت بالا و بعد از اون پله های سخت اون عمارت با 2 تا چشم شادم میفته زمین با پاشنه های بلند، من باید همش دیدین که فیلمو. از اونجا شروع شد که تیتراژ رو یهو اسخر عبداللهی عزیز، چقدر از دست دادم من پارسال، چقدر من از دست دادم، فرشته طاهرپور از دست دادم، اسخر عبداللهی، معاشران من اینا بودن. بر همین شاید الان یه مقدار احساس عجیبی دارم خلوتامو ترجمه میدم، چون من با اینا میشستم و برمیخواستم. وقتی شما تو معاشرینت باید کسانی باشن که به تو اضافه کنن، نه اینکه از تو کم بکنن، و تو قشنگ میبینی که داره این اتفاق میفته، بر همین خلوتتو ترجیح میدی. که گفتن تیتراژو شورا کریمی باید میساخت، آهنگساز خوب کشورمون، که من 3 کار باش کردم با 1 ضبط. باور شما میشه؟ من هر وقت به استودیو شورا کریمی رفتم، ایستادم جلوی میکروفون، 1 ضبط تموم شده. از شرافت، نظم و هنر و اخلاق و منش و علم ایشون من هر چی بگم کم گفتم. که دیگه تیتراژ ما خوندیم و 2 صدای، چون 2 صدا هم در اجتهاد گفتن اشکالی نداره. دیگه بعد از اون من به فکر این افتادم که خب من معلوم نیست اومدم مثلا همین امسال مردم. سال دیگه من بچه‌ها این دورجونا رو واقعا میدونم دلتون نگین. چون اصلا یه فرکانس خیلی بدیه. چون عمر دست خداست، میاره و میبره دیگه. هیچ برگی هم بدون اذن اون رو زمین نمیفته. با خودم گفتم من اگه مردم چرا نباید یادگار مثلا برای نوه‌های من، برای مردم عزیزم که خودشون خوب میدونن که من چقدر عاشقشونم، خوب میدونن این رو،
گفتم چه نوا صدای من یادگار بمونه، حالا برای این بخش من دارم چیکار میکنم؟ من دارم هزینه میکنم، یعنی من پول ترانه میدم، پول آهنگساز میدم، پول تنظیم میدم، پولی از بخش موسیقی عاید من تا امروز نشده، حتی کنسرت تالار وحدت. گفتن خیلی هزینه کرده بودیم دیگه، حالا خدا داند، چون تا جایگاه هم پر شده بود و شروع کردم الان به ترک های خودم رو ساختن، یعنی دارم دونه دونه کار میکنم، حتی راجع به اونا مثل سینما باز عمل میکنم. مثلا میگن چرا پشت سرم مثلا از نمیگویم نرو تا بیقراری 2 سال فاصله افتاد، راجع به اونم تو معنی دارم، عجله ندارم، مهم اینه که من باید در هنرم مشعوف بشم، دوچار شعف بشم، شوق و اشتیاق و شیدایی رو تجربه بکنم، چون من اگه قرار بود آدم بایگانی شده باشم خب قطعا شغل دیگه ای رو انتخاب میکردم. برای از اینجا به بعد توی سینما و سریال ها و اینا برنامه خاصی داری؟ نقشی هست که دوست داشته باشین ایفا کنین تا الان پیش نمیده باشین؟ این بخش از مصاحبم حتما بچه ها پخشه. فیلم نیوز خونه من بوده و هست. یک بنده خدایی که اسمش رو نمیبرم گفت که فیلم نیوز بهتون پول میده که شما همش ازشون استوری میزنید. گفتم من تا امروز حتی تبلیغات قبول نکردم، یعنی اگر شغلی رو هم میذارم فقط به خاطر اینکه احساس میکنم اگر صفحه من این مقدار بازدید کننده رو داره چرا من کمک نکنم. این تهمت امسال به من زده شد که اصلا اهمیت برام نداره، تهمت دیگه. اتفاق خیلی قشنگه، در تربت حیدریه یک قومی هستن که اینو پدر عزیز روحا مرزیدن بر من تعریف کردن که اصلا خیال منو راحت کردن. گفتن اگر تو گناهی رو نکرده باشی و اون گناه رو به نام تو ثبت بکنن گناه تو پاک میشه. حالا البته تعریفش یه چیز دیگه است، میگن اگر لیوان مثلا شراب دست تو هست در اون قوم در تربت حیدریه ولی در اون آب میگن شراب، تو داری پاک میشی، نگران پس نباش. این دیگه این قاعده روی من مونده. اگر قرار باشه که نحوه رفتار تهیه کنندگان و سرمایه گذاران فعلی که وارد بخش تصویر دارن میشن به این وضع بخواد ادامه پیدا کنه، من به راحتی میتونم عشقم رو بذارم کنار. کار زیادی میتونم بکنم، چون هدف اصلیم در زندگی مأموریت الهیم در بازیگری بود که در واقع من قالب زنانی رو بگیرم که قبل ترها زندگی کردن، امروز زندگی میکنن، من اونها رو زنده بکنم و این مأموریت 23 سال به درستی انجام شده. اگر قرار باشه در این بلوری که دست من بوده، ببینیم خیلی دارم درست، اگر این بلوری که تا اینجا 23,365 روز عدد کمی نیست، نصف نیم عمر منه، نصف نیم قرن زندگی منه، وقتی که 23 سال من این بلور رو تو دستم نگه داشتم و همکاران و همیاران من هم به این بلور احترام گذاشتن، این قرار باشه ترک برداره، اون زندگی دیگه بر من ارزشی نداره. پس بنابراین من چیکار میکنم؟ من همیشه قبل از اینکه تاریکی به وجود بیاد خودم رو سمت نور میکشم. چیزهای جدیدی که دارم میبینم متاسفانه مقداری و میشنوم، اگر بخواد واقعا تهیه کنندگان و سرمایه گذارانی که دارن وارد سینما میشن و سینما رو نمیشناسن و آداب رفتار با بازیگر و حرمتش رو نمیدونن، که اگر من دارم به تعهدم رفتار میکنم تو هم باید عمل کنی. تعهد که یک طرفه نمیشه، چطور اگر بازیگر 2 روز نیاد شما میریم به شورای صنفی شکایت میکنین؟ ولی ما باید بیاییم که شماها چون احساس کارفرمایی دارید. نه، اینطور نیست، چون شما میدونید که یک نوشته، یک فیلمنامه، قالبگیری من و قالبگیری همکار من داره اون رو بهش تجلی میبخشه. حالا کنار زحمات نورپردازی خوب، طراحی صحنه خوب، طراحی لباس خوب، اگر قرار باشه این شرایط جدیدی که دارم از همکارام میشنوم و امیدوارم هم خودم تجربهش نکنم تا حدودی، اتفاق اگه بیفته که دیگه باز نکنم، قطعا تصمیمات دیگه خواهم گرفت، چون هنر که یک مرز نداره، هزار تا مرز دیگه داره. خیلی ممنون اول اینکه از لطفی که داشتیم به فیلم نیوز نیومدم اون موقع وسط صحبتتون، بعدش هم از اینکه وقت گذاشتین تشریف آوردین اینجا خونه هم منه. خیلی ممنون. شما هم همه عزیزای منین. من اگر برای فیلم نیوز کاری میکنم، چون 9 سال فیلم نیوز دقیقا این خانواده من هیچ وقت منو تنها نذاشت،
هیچ وقت. اگر تدریس داشتم برای تدریس زنگ زدم، بچه ها همیشه به من کمکم پست گذاشتن، کنسرتم بود، ترک ترانه هم بود. وقتی که من همش حرمت دیدم، این حرمت من تاکید میکنم روش، وقتی که تو حرمت میبینی، معرفت میبینی، که معرفت باز فرزند حرمته، وقتی اینها رو میبینی چرا نباید اونو برگردونی؟ خیلی باید بی‌معرفت باشی، فضیلت های انسانی تو از دست داده باشی که فراموش کنی. من از عزیزانم اینجا فقط احترام دیدم و چقدر حامی هنر، یعنی بچه‌ها تمام مدت دارن برای هنرمندا شب و روز 9 سال زندگیشون رو گذاشتن. خیلی لطف داری، ممنون. امیدوارم سال خوبی باشه برای همه، چون سال قبل خیلی عزیزان برای کادر پزشکی که این همه زحمت کشیدن، برای واقعا کادر پزشکی براشون تعظیم میکنم من، و برای تمام رفتگانی که واقعا زندگان امسال ما هستن و ارواحشون باید حامی ما باشه، آرزوهای خوب دارم. سالهای سختی رو گذروندیم، ولی از اونجایی که من اعتقاد دارم که باید تا لحظه ای که زندگی میکنیم با ایمان زندگی بکنیم و ایمان I'm gonna go.